کشورهای ایران و پاکستان. مثل یک حیوان با مردم افغانستان رفتار میکنه. لعنت خدا به ایران. اگر همون رقم که هستم نره. نزدیک به 6 میلیون مهاجر برادرها و خواهران افغانی رو در ایران حوصله داشته باشن تا صلح و امنیت در افغانستان برقرار شده و که زمینه اقتصادی هم. اخراج و لتکوب مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان. گفته می شود که روند اخراج مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان امسال شدت گرفته است. گفته می شود که روزانه هزاران افغان دوباره به صورت اجباری به افغانستان فرستاده می شود. با وجود داشتن ویزای توریستی از کشور ایران دیپورت میکنه و هم جای خوشبختی است که توانستن همراهشون کمک نقدی بکنن و بدبختانه که در این اواخر واقعا از طرف کشور ایران و پاکستان مردم افغان ما در اونجا خیلی آزار اذیت میشه و لتوکوبای شدید میشن و ما هم درخواست داریم از افغانای ما که بیاین و دوباره برگردن به افغانستان تا ای که دیگه از این بیشتر قدرشان کم نشه و همچنان خوشبختانه که فعلا میتونن بیاین و کار را که در خارج از کشور در ایران انجام میتن با پول ناچیز بیاین زمین کار را در افغانستان برای خود مساعد بسازه و نگفتن اونه مخصوصا اوی دست هموطنهای ما که با ویزای توریستی به کشور ایران سفر کرده بودن اونو هم با واکنش های جدی از طرف پلیس کشور ایران برخورد کردن که واقعا رفتارهای زشت را که با مردم افغانستان در کشور ایران و پاکستان انجام میتن غیر قابل تحمل است. موبایل میگیره که کس از اینجا عکس بیرون نتونه، فیلم بیرون نتونه، هر بلایی که در سر مردم میاره اونم اونجا. میخواهیم که هنوز هم همراه ما کمی حوصله داشته باشن تا صلح و امنیت در افغانستان برقرار شده. این وزارت از اخراج جبری مهاجرین از ایران را خلاف اصول اسلامی و بین المللی خوانده و افزوده که لازم است تا برای تحقق این هدف و برگشت مهاجرین به افغانستان برنامه های تشویقی هماهنگ میان دو کشور را راه اندازی کنیم. از سوی هم وزارت مهاجرین و برگشت کنندگان از شهروندانی که در بیرون از افغانستان به سر میبرد نیز خواسته تا به طور آبرومندانه به کشور برگشته و به زندگی خود ادامه دهد. این اعلامیه در حال به نشر میرسد که در چند روز اخیر ویدیو از بدرفتاری ماموران پلیس ایران در برابر یک مهاجر افغان در شبکه های اجتماعی دست با دست می شود. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی حکومت بیشتر این مهاجرین را خانواده های افغان مقیم ایران تشکیل می دهد که در میان آنان کودکان و زنان نیز شامل هستند. هرچند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ادعا کرده است که این مهاجرین به گونه اجباری ایران به افغانستان بازگشتند، اما مهاجرین افغان پیش از این با فرستادن ویدیوها و پیام ها گفتند که پلیس این کشور پیش از اخراج آنها را بازداشت کرده و سپس به گونه جبری به افغانستان بازگردانده است. 3 ماه ویزای ایران گرفته بودم، ویزای سیاحت یعنی گردشگری ایران با پاسپورت معتبر افغانستان. من از داخل تاکسی گرفتم با پاسپورت من، گفتم من پاسپورت دارم، من الان ویزای ایران گرفتم، اومدم اینجا که من غیر قانونی نیستم، میخوای منو ببری اردوگاه؟ نه شما بیان برین اردوگاه، بعد از اونجا آزاد میشی. اردوگاه کرج میدان استاندار. بعدش هم اونجا رفتیم دیدم از افغانستانیای خودمون، از همشهری خودمون اونجا هست. بعضیاشون گفتن من ویزای 1 ماهه دارم، بعضیاشون گفتن ویزای 2 ماهه دارم، بعضیاشون گفتن ویزای 3 ماهه دارم. با همون سرهنگشون حرف زدیم، گفتم اگه اونجوریه واسه چی ما رو ویزا میدین؟ وقتی ویزا میدین ما غیر قانونی نمیایم ایران، با همین پاسپورت افغانستان با همین ویزای ایران میایم اینجا. اگه اینجوریه اصلا سفارتتون رو ببندین، اصلا ویزا ندین، وقتی ویزا میدین ما پول میدیم اینجا. بعدش هم دیگه اون 60 از زمانو گرفتن، بایومتریکمون کردن دیگه، رد مرزمون کردن دیگه. بعدش هم گفتم که این مثلا پاسپورتمون تو مرز افغانستان ایران باید دخول خروجی بخورن. بعدش هم اگه خارج از افغانستان بریم دیگه نمیشه، چون که دخول خروجی افغانستان ایران نخورده نمیتونیم خارج از افغانستان سفر کنیم. این در حال است که دولت ایران روند اخراج مهاجرین افغان بدون مدرک قانونی را افزایش داده و وزارت مهاجرین در هر روز هفته از بازگشت بیش از 1000 مهاجر افغان از این کشور
آقای آمده در خصوص رفتار با مهاجرین افغان در ایران نحو بازداشت و اخراج آنها است. گزارش های متعدد از برخورد خشونت آمیز و غیر انسانی با این افراد منتشر شده است. افغان هایی که بس زور از خیابان ها و یا محل کارشان دستگیر می شود، اغلب بدون اطلاع قبلی به خانواده هایشان و بدون فرصت برای تماس به اردوگاه ها بازداشت و منتقل می شود و پس از مدت به افغانستان بازگردانده می شود. این شیوه برخورد نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه به شدت به اعتماد و رابطه میان دو ملت آسیب می رساند. تظاهرات اخیر افغان ها در آلمان در مقابل سفارت ایران، واکنش به برخورد های خشونت آمیز، تحقیر آمیز با مهاجرین افغان در ایران است. اعتراض به سیاست های کنونی ایران در قبال مهاجرین است، بلکه نشان دهنده عمیق‌تر شدن شکاف میان دو ملت است که زمان با یکدیگر روابط خوبی داشتند. بر اساس این اطلاعیه، این مهاجرین از طریق گذرگاه مرزی اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. اخراج اجباری مهاجرین از ایران همزمان با بحران انسانی وخیم در افغانستان است. مهاجرین اخراج شده با چالش‌های متعدد از جمله مراقبت‌های طبی ناکافی، عدم دسترسی به آب آشامیدنی، مسکن و فرصت‌های شغلی مواجه هستند. در افغانستان تمام اقوام از تاریخ در افغانستان زبان پارسی و پشتو زبان رسمی ما بود، حالیم زبان رسمی ما هست، هر دو زبان ها. در حکومت از هر قوم الحمدلله وزرا داریم، معین صاحبا داریم، والی صاحبا داریم، از هر ولایت و از هر منطقه. نه تنظیم پرستی هست، نه قوم پرستی هست، نه کماندان سالاری هست، نه ملوک الطوائفی هست، یک نظام هست و نظام هم اسلامی هست، عدالت برپا هست. در تمام افغانستان حتی یک مسئول بلند پایه نمیتانه که یک بسیار یک کسی غریب و کوچک بیگناه بگیره یا آزار بده، و میتونه که با محکمه بره او را جلب کنه. پس سخنای خود را زیاد چی نمی کنیم، وقتتان را زیاد نمی گیریم. دیگه هم مواقع خیلی زیاد است، خب دیگه شما بیایی اونجا به سر چشم خود ببینی، باز میپامی که چی ما که چیز شنیده بودم. اینجا خوب وضعیت خیلی خوب شد الحمدلله. و یک توصیه‌ای که اخیر میکنیم توی است که برادران عزیز، در مقابل امارت اسلامی افغانستان تبلیغات خیلی خطرناک میشه. در همین راستا در اوایل هفته جاری وزارت کشور ایران با صدور بخشنامه اعلام کرد که با دلیل بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی از افزایش تعداد مهاجرین افغان از مستند و غیر مجاز دیگر نمیتواند مهاجرین جدید افغان را بپذیرد. این دستور عمل از همه مهاجرین غیر قانونی افغان خواسته است که ایران را ترک کند، در غیر آن با اخراج مواجه می شود. امروز اگر نزدیک به 6 میلیون مهاجر برادرها و خواهران افغانی رو در ایران داریم. منظور پشتون رهبر جنبش تحفظ پشتونها از مقامات ایران خواسته که با رعایت حقوق بشر از رسانیدن آسیب به افغانهای مهاجر در آن کشور جلوگیری کند. منظور پشتون پس از نشر ویدیوی از خشونت در برابر یک کودک افغان از سوی پلیس ایران در شبکه های اجتماعی روز پنجشنبه 9 آگوست در شبکه اکس، این اقدامات را غیر قانونی، نقض حقوق افغانهای مهاجر و تخطی با اصول انسانی خوانده. ابراز امیدواری کرده که مقامات ایران فوراً به این وضعیت رسیدگی کرده و از حقوق افغانها محافظت کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2020
بسیاری از افغانها به دلایل مختلف به کشورهای ایران و پاکستان مهاجر شدند و اخیراً خشونت‌ها و اخراج مهاجرین افغان از این دو کشور